در جستجوی حقیقت، روزنه بسوی آرامش روانی و امنیت ملی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بر ما قرآن فرستاد. قرآن معجزه پیامبر ماست. این یک گپ خیلی مهم است که معجزه پیامبر ما یک کتاب است و این کتاب با آیه متبرکه اقرا شروع شده. اصولا سوره اقرا بگویم. بر ما به عنوان کسی که در دوران جنگ، در دوران مبارزه ضد روسی در افغانستان معلم بودیم، داوطلبانه کار تعلیم تربیت پیش بردیم، خوبترین آیش و ماشین محرک که جواب سوال احمدی صاحبم گفته شد، آیه متبرکه اقرا و ربک الاکرم بوده. صد البته که ما از زبان انجینر صاحب احمدی میشنویم که از نظر ایشان ماشین محرک اجتماعی کدام آیه متبرکه است. و تابش صاحب شما بفرمایید، ما ایتون باز کنه. با عرض سلام خدمت دوستان و عزیزان که پروگرام و چنل میبینن، امید که لحظات بسیار خوب و خوش در یوای سرد زمستانی یا گرمی فامیلی و صحت سالم با ما داشته باشین. امروز احمدی صاحب در خدمت ما هست و در خدمت شما هست با تشریفات بیشتر. ما از آقای احمدی سوال دارم که ماشین متحرک در سوره های قرآن مثلا ریاضی نمی بود چی میشد؟ فرض مثال اف موبین داریم و بسیار دعا هست که باید اف بار خونده شود، سه بار خونده شود، چهل بار خونده شود و هلا بالا صد بار. اگر این نمره نمی بود آیا با هم نتیجه می گرفتیم از قرآن؟ تشکر. شما سوال جواب ندادین، سوال کردین پس از احمدی صاحب. شما دست بالا کردین، بفرمایید. بله، ما هفته گذشته عزیزایی که حاضر بودن گفتم اینمی مترک در ایرانی ماشین میگن، در آلمان اوتو میگن. هستن من موتر نگفتم، ما یا کار بشنوین یا ماشین، متوجه هستین؟ بله. اینمی اگر 10 میلیون قیمتش باشه، اما اگر این پیشی روش یا پشت سرش یک موتور نداشته باشه و این موتور از دیزل یا بنزین یا حالا برق نباشه، حرکت نمی کنه. و در قرآن عظیم الشان هم آیات بنده پیدا کردیم که او آیات قرآن اینمی موتور جامعه را نشان میده. و اما الحمدلله که در جمع متخصصین و عاشقان قرآن هستم، شما قبل از اینکه من امی آیات بخوانم بر شما، شما یک دفعه زبان فارسی بگوین. اگر آیه قرآن نتونستین گفته، حداقل محتوایش بگوین. ولی من یک تذکر بر شما میگم، شما که هست گپای غلط نمیزنین. هر کدام شما متوجه باشین امی کار که در انگلیسی میگن، متوجه هستین؟ این دروازه داره، برک داره، چراغ داره، یعنی چیزایی را که شما میگین این چیزای بسیار خوب و مهمش هست. بدون برک هم یک موتر نمیتونه مثلا حرکت کنه، اگر بکنه سرنشینان چه نابود میکنه و دیگران را. من از شما خواهش میکنم که هر کدام شما که میخواین شروع کنین بگوین که چی چیز میتونه همین موتور محرک جامعه باشه، که این موتور چون ما نمیشناسیم همیشه دست ما مسلمان ها دراز بوده به گدایی از پادشاه های ما، از وزیرای ما. ولی اگر ای آیات قرآن که امروز انشالله از بنده میشنوین، اگر او رو بفهمین، شما میگین الله اکبر، ما چقدر نعمات الهی داریم و از این نعمات الهی ما اصلا استفاده نمی کنیم. آقای واحدی عزیز، شما یک چند چیز نام ببرین که موتور محرک جامعه در اجتماع، در سیاست، در بخصوص در اقتصاد. من خود بنده بر علاوه انجینری و اقتصادم خواندیم، بخصوص در این رابطه با اقتصاد و اقتصاد اسلامی امی را اقتصاددانهای مسلمان ما چی از دانشگاهی باشه چی از حوزوی به ایشان به برداشت من نرسیدن. و اگر رسیدن شما بگوین که چی هست امی آیات قرآن. با
تایید حرفای هم عزیزا، چون جلسه اول است از ما که در برنامه شما اشتراک دارم و سابقه قبلی نداشتم، ما فقط نظر خود در راستای سوال شما ارائه میکنم. باز بیشتر از شما مشتم که برنامه به چه شکل است. انشاءالله در جلسات بعدی حتما سهم بیشتر میگیرم. در قسمت پرسشی که شما ارائه کردین جناب آیسه، موتور محرک در اجتماع به نظر ما، چی از نظر قرآنی ببینیم چی از نظر اجتماعی ببینیم، طرز دید انسان ها هست یا طرز فکر انسان ها هست که با شکلگیری طرز تفکر و طرز دید ما میتونیم اجتماع را بسازیم. وقتی طرز فکر و طرز دید ما به سمت سعود باشه، قطعا ما یکی از نیازهای ما علم و دانش است، که چی در بخش اقتصاد باشه، چی در بخش سیاست باشه، در بخش نجوم باشه، در بخش مسائل امنیتی باشه، در بخش حسابداری باشه، در بخش علوم تجربی باشه، علوم انسانی باشه، در هر بخش ما نیاز به کسب دانش مربوطه داریم و انسان یک موجودی هست که تجربه میکنه، بعدا اون تجربه به علم مبدل میشه، بعدا او علم جز موارد آموزشی قرار میگیره که به دیگرها آموزش داده میشه و به این شکل ما میتونیم جامعه را به سمت تحرک به پیش ببریم. البته تمامی جامعه بشری محرک هست، اما به دو بُعد تقسیم میشن، بُعد منفی و بُعد مثبت. و بُعد مثبت و منفی برمیگرده به نی طرز فکر انسان ها که به بُعد مثبت فکر میکنن یا به بُعد منفی. و در رابطه با این که این مورد ما ارتباط بدیم به آیات شریفه قرآن، من خوش دارم که این مورد از جناب شما بشنوم، چون موردی است که شما قرار است بر منتشر بدین. ولی یک نکته را من یادآوری میکنم که قرآن، همونطور که محسنی صاحب استاد گرامی عرض کردن، یک معجزه بسیار بزرگ است و معجزه قرآن هم در مطالب و همچنین ادبیات به کار رفته قرآن است، دیگه کلام چیز دیگه نیست که خیلی یعنی مثل عصای حضرت موسی دریا را بشکافه، اما فراتر از او است. چرا؟ چون با یک ادبیات خیلی خاص و ساختار ادبی قرآن و مطالبی که وجود داره، این باعث اعجاز قرآن و معجزه پیامبر میشه. همانطور که در آیه 75 سوره واقعه، من فارسی خدمت دوستا بیان میکنم، خداوند میگه من قسم یاد نمیکنم به جایگاه ستارگان. خب ستارگان جمعش، چون کلمه جمع است اینجا، جمع ستارگان میشه کهکشان ها. خداوند میگه من به جایگاه کهکشان ها یا به موقعیت کهکشان ها قسم یاد نمیکنم، چرا که بسیار قسم بزرگ است اگر شما میدانستید. پس اینجا دانش کازمولوژی یا دانش کیهانشناسی را بر ما خداوند میگه که چقدر یک ارزش والایی داره که حتی من برش که خالق اینا هستم من قسم یاد نمیکنم. حالا اینمی آیه هم بحث کازمولوژی داره، هم تدبیر سیاسی میشه ازش کرد، هم میشه تدبیر اقتصادی ازش کرد، چون از معجزات قرآن این است که یک حرف قرآن یا یک کلمه قرآن، اما طور که پیشتر کاظمی صاحب پرسیدن، میتونه صدها مفهوم داشته باشه و این بستگی به ما سطح دانش ما هست. هر روزی که ما علم ما فراتر میره، متوجه میشیم که بله این آیه یا این کلمه میتونه مقاصد و مفاهیم مختلفی داشته باشه. این حال موضوع را بیشتر از شما میشنیم. تشکر دکتر صاحب. کاظمی صاحب بفرمایید، شما دست بالا کرد. من فقط میخواستم عرض کنم که من تا بالا و احمدی صاحب اشکال وارد نکردم.
گفتیم که ما تا بال همین مشبه و مشبه را مشبه اونگه را خوب نفهمیدم، اما پیش از پیش باید عرض کنم که اگر موتور به یک ماشین به یک جامعه تشبیه شده و موتور از این به حیث یک محرک تشبیه شده و اگر ما بخوایم که را در آیات قرآنی پیدا بکنیم، البته برای جامعه اسلامی، چون وقتی که میگیم جامعه های غیر اسلامی را شامل میشه که در اون صورت نمیتونه محرک آیه های قرآن محرک برای از او جامعه باشه. از نظر خودم محرک اصلی جامعه برای کسایی که اسلام شناسه یا مسلمان هستن دو سه تا آیه است که بسیار صریحه و بعد آیات دیگه هم است که تایید میکنه. شخصا برای خودم محرکی که ما با اساس از او زندگی میکنیم و الی الله المسیر، همی آیه است که سورشم بلد نیستم و بارها میخونیم، و انا لله و انا الیه راجعون، که ما در حرکات ما در زندگی ما باید به همی طرف سیر بکنیم که نهایت تجیه همو رسیدن به توحید یا به همو مدینه فاضله ای که ما از او ترسیم داریم. و بعد آیات زیاد دیگر هم داریم که بعد از اومه که روایات است، آیات است که الکاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، نمیفهمم لیس للانسان الا ما سعا و انفقو و جاهدو، و یه آیات است که پشتر هم میایه و میگه که کار کنین و عیال خدا برای جامعه خود کار کنین، انفاق کنین، نمیدونم حج برین، زکات برین، نمیدونم خمس بدین، نمیدونم ابن سبیل یاری بکنین، یتیمار یاری بکنین. ما از مجموع از اینا ایتر میفهمم که همه از اینا مرا در قسمت همو الله المسیر یاری میکنه. وقتی اگر ما به سوی خود مسیر ما به سوی خداوند باشه، در همین مدتی که برای ما خداوند مقدر کرده که ما زنده باشیم، ما سیر ما به سوی الله باشه، یعنی ما کوشش کنیم که از تخطیات، تخلفات، جنایت ها از اینا به دور باشیم و به سوی خداوند ما حرکت کنیم با توجه به او دستورات دیگه ای که پیشتر عرض کردم و آیات دیگه ای که تاکید شده ده ای باره که کار کنین، زحمت بکشین، و همه از اینها میتونه برای ما محرک باشه. اما محرک اولی که ما خسته نمیشیم علارغم شکست ها، ناامیدی ها، سرگردانی ها و از ظلم هایی که بر ما میشه خسته نمیشیم، اونمو فکر میکنیم که ما مسیر ما به سوی الالاس و سلام. بسیار خوب دکتر صاحب، صمیمی دست بالا کده بفرمید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. گرچه من اولا سر خوشحالم که موضوع جناب انجینیر صاحب احمدی محور برنامه قرار گرفته. فرمایشات انجینیر صاحب هم بشنویم بعد شما صحبت کنین. بفرمایید تا بهش شما ادامه بدید. بحث ماشین متحرک دین اسلام یا تمام ادیان به نظر شخصی بنده ریاضی است، چرا که ریاضی به اساس ریاضی مو حسابی که خداوند میگه ما ذره ذره برایتون حساب میکنیم هم ریاضی است، و تمام آیاتی که آمده، سوره های که آمده، در شبان روزی که آمده و روزهای پاک مقدس که است، ای تمام بر اساس ریاضی و شبان روزی ما، یعنی زندگی ما در قید حیات هستی ما بر مبنای ریاضی است، که متاسفانه ما به اساس دین دنبال ریاضی اصلا نمیگردیم که ریاضی در دین یا در قرآن چی حکمت خاص داره. به می مبنا اگر ما بتونیم کمک توجه بیشتر در ریاضی در دین بیایم توجه کنیم، شاید با حل بسیار مشکلات ما شود. چرا که امروز اگر یک تعداد مردم های بسیار با خدا هم هست بر مبنای ریاضیات است، و یک تعداد مردم هم که از قرآن استفاده بیجای میکنه بر اساس یک تعداد نمبر سوره های هست که بر ضد بشریت استفاده میکنه و بسیار خطرناک است. به می اساس امید است که عزیزان ما را بعدشان نبیه یا قارشان نبیه. دیدگاه ما بر مبنای دیدگاهی است که همون چیزی که خود ما دریافتیم همون رو تشریح میکنه، و قرآن بسیار یک کتاب بزرگ عظیمی است که به اصطلاح کتاب تکمیل و معجزه از دو هیچ شک نیست. اما در قسمت ریاضی از این من فکر کنم که
توجه شده، نه تنها در دین انسان، در اکثر دین ها قدر توجه به اساس ریاضی نکده و امروز شدیدا داخل مشکلات هم هستند. و من نظر استاد احمدی خوش دارم بشنم که نظر زونا چیست یا شما از دیگه عزیزان. تشکر میکنم. تشکر تو بس. خب احمدی صاحب بفرمایید. آجی موسو جان اسم فامیلیشان یادم رفت، اونام میخواستم جواب بدن. سلام عرض ادب خدمت همه حاضرین محترم و خوشوقتم که در جمع همه دانشمندان و فرهیختگان قرار دارم. و من در مورد سوال جناب آقای انجینر صاحب احمدی فقط همین یک فرد شعر میگم، بعدش هم کوتاه ارتباطش میتونم که میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی و کفاری و به غفلت نخوری. این همین میرسانه اینه که ما آیات که در قرآن کریم راجع به عمل کردن و سعی و تلاش و عمل کردن که به اساس سعی که خب در برگیرنده همه مسائل میشه که بله ما همه در زندگی دو حالت مثبت و منفی داریم، به طرف از منفی ها خود جلو بگیریم، به طرف مثبت ها هم از گفتار دوستان استفاده میکنم که بله دارای یک حساب کتاب باشه و کوشش شود که ما برداشتای خوب بکنیم و به آن عمل بکنیم. همین از من بس، تمام. تشکر آجی سه، بسیار تشکر. تشکر از همه عزیزا. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه هست به نام سوره فاطر. این سوره فاطر که هست شماره 35 هست و واقعا من به این آیات قرآنی که بعد خوردم و سر سجده به خداوند گذاشتم، براسی که جامعه اسلامی به این نرسیده، جامعه پیشرفته کافری بهش ناقص رسیده. ولی اگر ما این آیات قرآن حتی بر جامعه کافری پیشنهادم کنیم، خب از اونام خیلی خوبه، چون انسانهایی که عالم و دانشمند هست زودتر میرسن. اکثرا علمای عزیز وقتی که آیات قرآن خواندن همیشه در رابطه با آخرت و در رابطه با بهشت و جهنم اینا تفسیر کردن، در حالی که بنده که رشته دوم تحصیلی من اقتصاد بود و اون رو میخواستم که تحصیل کنم که در آینده که در افغانستان بیرم از قراردادها و امثال ازی یک چیز بفهمم، ولی بعد از تحصیل دوم دفعه اول طالبه آمدن. به هر صورت خداوند در سوره فاطر از آیه 31 تا 35 میفرماید والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير. وانچه از کتاب به تو به پیامبر ما وحی کردیم حق است و تصدیق کننده و هماهنگ با کتب پیش از آن. خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست. این از اینجا شروع میشه مسائل اقتصادی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سپس این کتاب آسمانی را به گروه از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم. همین قرآن عظیم شان یا میراث به صورت عموم برای مردم که میآید این زامت هم کشیده باشه نه کشیده باشه و میراث هم میخورن. از این سبب ما مسلمان ها سه دسته تقسیم میشیم. یک دسته ما فمن هم ظالم و لنفسه که به نفس خود ما همیشه ظلم میکنیم، هیچ از این کتاب استفاده نمی کنیم. در فاتحه هم عربیش میخوانیم، هیچ فارسی و یایش نمی خوانیم. من همیشه طرفدار عزیزم که عربی و فارسیش، بعضا میگن که تنها فارسیش خونده شد، نه، من طرفدار عزیزم که عربی و فارسی خونده شد. و گروه دومی ما و شما من هم مقتصد، یک مقدار زحمت میکشن از قرآن استفاده میکنن، این از گروه ظالم لنفسی که بهتر است. اما بهترین کیست؟ و من هم سابق بالخیرات باذن الله، ای کسایی که مسابقه میکنن به اذن خدا. شما ببینید که در اینجا کلمه که
اصل است، خیرات هست، مکمل سابقه است. یعنی مسابقه جمع خیرات، یعنی اولین بار در تاریخ انسان ها به شکل منظمش آدم سمیت در انگلستان حدود مثلا 300 سال پیش مثلا گفتن که امی خود مسابقه که ما شما کلمه غلط شو استفاده میکنیم، میگیم رقابت. رقابت کلمه عربی سر و رقابت یعنی رقیب و عتیب، یا ما شما برجای رقابت داریم متوجهید، یعنی یک کسی که از بالا سعی میکنه که دشمن ده خاک نیاره. اما خداوند چی میگه؟ که سابقون بالخیرات، یعنی کسایی که در تمام رشته های خیر با هم مسابقه میکنن، اینا بهترین انسان ها هستن. و با چی میشه؟ به اذن الله، ذالک هو الفضل الكبیر، یک فضل فوق العاده بزرگ است. باز نتیجه چی میشه؟ همچه یک جامعه که به اساس اقتصاد اسلامی توحیدی به کار گرفته شود، جنات و عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ و لباسهم فیها حریر. پاداش آنان باغهای جاویدان بهشت است که در آن وارد میشوند در حالی که با دستبندهای از طلا و مروارید آراستن و لباسشان در آنجا حریر است. دیگه چی؟ و قال الهم خدا را شکر الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. آنها میگویند حمد و ستایش برای خداوند است که اندوه را از ما برطرف ساخت. پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار هست. و آیه آخریش الذی احللنا دار المقامت من فضله لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. همان ذاتی که، یعنی خداوند، همان ذاتی که با فضل خود چیکار ما را در این سرای اقامت جاویدان جای داد که نه در آن رنجی به ما میرسد و نه سستی و واماندگی. تمام اقتصاددان ها خصوص در آلمان همین رقم میگفتن که در یک جامعه که اگر اقتصاد به صورت سالمش استفاده شود، باید دو جامعه، یک جامعه باشه که تمام مردمش که حتی مریض میباشه، بیکار میباشه، پناهنده میباشه، اونام استفاده بتونه. شما مثلا که مثلا آلمان رو مقایسه میکنین یا انگلستان رو مقایسه میکنین، یا به طور مثال شما در کانادا هستین، وقتی که جامعه به مسابقه در خیرات میکنن، به خصوص خیلی صاحب پول امکانات میباشه. آلمان مثل افغانستان وره قدر معادن نداره، مثل عربستان وره معادن نداره. آلمان یک آلمان بود، بعد از جنگ جهانی دوم مثلا یک سیستم بود که آلمان شرق سیستم کمونیستی یا سوسیالیستی بود که خلاقیت یا در اون قسمت میمره. کوریا یک کشور بود بعد از جنگ ها، دو کشور شدن، در سیستم کوریای جنوبی آمدن مسابقه را آوردن. کوریای جنوبی فوق العاده پولدار هست، فوق العاده. تازه اینا مسئله خیرات متوجه نمیشن. اما ما شما اگر هفته آینده کل ما که شما علمای بزرگ ما هستین الحمدلله راجع به خیرات تحقیق کنیم و ببینیم یک چیزی که این اقتصاد اسلامی را بسیار یک دروازه بزرگ میته که تنها و تنها ما در قسمت خیر اجازه داریم که به اصطلاح مسابقه کنیم. مثلا ما شما اجازه نداریم که تولید سکرت بکنیم. در مقابل خیر چی هست؟ در قرآن از ایمشان یکی ضرر هست و یکی هم شر. هر چیزی که ضرر به یک فرد میرسه، ضرر به یک جامعه میرسانه، اونا شر هست. تشکر از اینکه شما زیاد زحمت کشیدین
صحبت های بنده حقیر گوش کردیم. تشکر از شما انجینر صاحب. با اجازه آقای کاظمی اول نوبت میتیم به دکتر صاحب صمیمی که صحبت هایشان نیمه ماند. و من یک حالا میخواستم نکاتی خدا عرض کنم، منتها بیانات انجینر صاحب رحمتی رو من که گوش کردم یک سوالی در ذهنم خلق شد، و او که ما شما میگید که بحث یعنی موتور محرک جامعه مسابقه در خیر است. خب من همیتر فهمیدم، درست فهمیدم؟ درست، کامل دقیق فهمیدم. خب من سوال میست که اگر چنانچه این روحیه مسابقه در خیر در بین جامعه اسلامی و یا در جامعه بشری روحیه مسابقه در خیر وجود نداشته باشد، در این زمینه باید چی کار کرد؟ موتور محرکی که میفرمایید باید چیزی باشه که روحیه مسابقه در خیر ایجاد کنه. مسابقه در خیر زمانی به وجود میاد که مردم به سوی خیر حرکت کنن و یک موتور محرک داشته باشه که اینا رو از حالت کسالت و از حالت تنبلی و ساکن بودن رهایی بده و به سوی مسابقه در خیر بکشانه. این موتور محرک ما دنبالش بودم، این موتور محرک چی میتونه باشه؟ و الا ما میگیم بله مسابقه در خیر خیلی کار خوبیه، در خیرات هم مطلق دیگه، خیرات در امور اجتماعی و سازندگی و بحث علمی و هرچی امور فضیلت هست کلا در بحث خیرات میگنجه. سوال من است که ما چیکار کنیم که مردم برای مسابقه در خیر حرکت کنن؟ یعنی موتور محرک اونها چی چیز میباشد؟ اینو من دنبالش بودم، اگر توضیح بدید ممنونتون میشم. بسیار زیاد تشکر، خداوند شما را اجر بده. سوال شما را قبلنم آقای واحدی عزیز جواب داد. به صورت عموم تمام علما در سراسر جهان اول امو تیوری خود پیدا میکنن، بسیار از عزیزا او تیوری را نمیفهمن، بعد متخصصین بعد از او میآیند و بعد از او که علم ایر پذیرفت در دانشگاه ها در تدریس میشه و بعد از او مرحله بعدیش میآیند به اصطلاح پیاده کردنش. با اجازه از استاد نوید، ما در قرآن یک آیه داریم، اگر این من به نظرم اگر جواب از یک علمای اسلام و مفسرین اسلامی به جواب دقیق از این برسه، من فکر میکنم که موتور محرکه او خواهد بود. حالا بازم علی رغم ممکنه مثلا بین علما اختلاف نظر باشه، نمیخوام جوابی که مد نظر خودم هست بگم. آیه داریم به این صورت: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، مخاطب جامعه مؤمنان است، جامعه مؤمنانی که مسلمان هست و مقام ایمان رسید، مسلمان عادی هم نیست، مسلمانی است که یدخل الایمان فی قلوبهم، یعنی ایمان در قلبهای اونها جای گرفته. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، اجابت بکنید دعوت خدا و رسول را، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم، هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چه چیزی؟ لما یحییکم، به اون چیزی که زندگی شما، زندگی به عنوان زندگی تمام عیار انسانی، زندگی شما در آن است، یعنی شما را به معیارهای اصیل زندگی دعوت میکنند. سوال این است که چه چیزی باید کسانی که ایمان آوردن، اونم کفار مخاطب نیست، کسانی که ایمان آوردن، خدا میگه که دعوت خدا و رسول رو اجابت بکنید که شما را به چیزی میخواند که شما جامعه مؤمنان زنده باشید، زندگی حقیقی و واقعی داشته باشید. اون دعوت خدا و رسول چه چیزی است؟ یعنی مسلمان ها و مؤمنان کدام دعوت خدا و رسول رو اجابت بکنند که بتوانند به حیات تمام عیار انسانی پیشرفته دست پیدا کنند؟ اگر جواب این آیه یعنی این آیه پس بشه، به نظر حقیر موتور محرکه اصلی جواب همین آیه خواهد بود که انسان رو و جامعه مؤمنان رو به یک حیات تمام عیار انسانی بسیار پیشرفته و در این حال معنوی دعوت کنند. با تشکر از شما. خداوند اجر بده جناب آقای دکتر صمیمی را. کاظمی صاحب بفرمایید. عرض من این بود که این جواب انجینر صاحب، اونطور که دکتر صاحب صمیمی اشاره کرد و
آقای واحدی اشاره کرد، به اول باید یک جواب کوتاه داشته باشه، باز بعد از او شرح داشته باشه. مثلا وقتی که من میگم که محرک موتور محرک جامعه، نه متحرک، محرک سیرورت الالاس، بینمیزی خاطر جامعه اسلامی به سوی خداوند در حرکت هست. البته خب ما نمیگم که همه به مو را میره، ما به سوی کمال مطلق در حرکتیم. این باید یک جواب داشته باشه، اول یک جواب کاربردی و قول دکتر صمیمی. آیا جواب ای موتور محرک ای عدالت، قسط، انفاق، خیرات، جهاد، صلح، آسایش؟ اول باید یک جواب کوتاه داشته باشه، باز بعد از هر کس استدلال خود بگوید. مثلا همونطور که دکتر صمیمی اشاره کرد، خیلی کسا علاقه نداره فسته به قیل الخیرات کنه. هیچ جوی میگم ما آدمی مسابقه شرکت نمیکنم. پس باید اگه انگیزه قوی تر وجود داشته باشه که او را به سوی همین مسابقه در خیر تحریک کنه، که به همون صبور یک انگیزه به وجود باشه. ما منظور ما از ماشین متحرک یک انگیزه قوی است که ما را باید بر راه اندازه که ما حرکت کنیم، تنبلی نکنیم، غفلت نکنیم، ظلم نکنیم، به همسایه ستم نکنیم و غیر ذالک. اول باید یک جواب کوتاه داشته باشه. همونطور که آقای احمدی اشاره کرد، از نظر از ما میگه خب ما از نظر ما یعنی می موتور محرک جامعه حساب است، ریاضیات است، کلگی باید یک حساب و کتاب اگر داشته باشه و اونمو حرکت میکنه، اگر نداشته باشه. اول باز کلگی، یا مثلا آقای سیفی هم میگه، اشاره مختصر کرد کنم وقت زیاد نگیرم، اول هر کس یک جواب و باید یک جواب کوتاه بگه، بعد دلیل های خود. و سلام، خیلی خوب کردیم که به جواب آقای تابش هم اشاره کردیم، احمد تابش. آقای صاحب سیفی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من از بحث عمومی الحمدلله استفاده کردم که واقعا قابل استفاده بود. پس اینجا از نظر شخص خود من همین سوره حج اول آیه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس تقوا ربکم، اینمی تقوا موتور محرک همه چیز میشه، که شامل قسط، عدالت، هر چیزی رو که ما جنبه های مثبتش بگیریم شامل میشه. همین گوتا. تشکر سید. موضوعی که خیلی مهم است از اینکه ما قرآن بیشتر درک بکنیم و بیشتر بشناسیم و نزدیک شویم به قرآن. خود قرآن چون یک کتاب هست که مجموعه کامل است، خودش برای ما راهنمایی میکنه که چطور مرا بفهمیم. اما طور که خدمت انجینر سید قبلا هم عرض کردم، هر آیه که تلاوت میشه تفسیر و تفصیلش خیلی متفاوت است. مثلا بحث اقتصادی دنیمی آیه وجود داشت، بحث موضوعات تاریخی دهی وجود داشت، بحث علوم ساینس و علوم بیولوژی و جهان دیگر که مثلا موضوع بهشت است و اونجا لباس هست، پوشاک هست، خوراک هست، یک حیات دیگه هست، این هم مورد بحث هست. اما چطور ما میتونیم آیات قرآن بیشتر درک بکنیم و به مفاهیم اصلی قرآن پی ببریم؟ خود قرآن ما را راهنمایی میکنه. مثلا در آیه 75 سوره واقعه که من خدمت شما در ابتدا هم ترجمه فارسیش ارائه کردم، میگه که در آیه 76ش میگه که لا یمسه الا المتحرون، هیچ کسی نمیتونه لمس بکنه قرآن مگر متحرون. خب اینجا بحث ما سر کلمه متحرون است. متحرون کیا هستن؟ میگه هیچ کسی قرآن نمیتونه لمس بکنه، یعنی درک بکنه. منظور از لمس از فهم و درک قرآن، از برداشت قرآن است. و خب بعضی ها متحرون تفسیر میکنن که علما، بزرگا، دانشمندا و فرهیختگان هستن، در حالی که قرآن مجموعه کامل است و هیچ تخطی و اشتباهی در اون است. هر عالم، هر بزرگ، هر فرهیخته، هر مفسر، هر دانشمند مخترع صدها بار اشتباه کردن و اشتباهات خود تصحیح کرده یا تصحیح نکرده از دنیا رفتن.
اما متحرون خود قرآن باز دوباره معرفی میکنه که متحرون کیا هستند. در سوره احزاب آیه 33 خداوند به صراحتا میگه که معنی فارسیش هم میگم میگه ای اهل بیت پیامبر ما خواستیم که شما را پاکترین در پاکان قرار بدیم. باز واژه متحرون استفاده میکنن. پس ما از این برداشت میکنیم تا ما این متحرون نشناسیم، یعنی اهل بیت پیامبره که صاحب ولایت الهی در روی زمین و در کائنات هستن، ما اینا را نشناسیم، قرآن را نمیتونیم درک بکنیم. ما اگر قرآن را میخواییم درک بکنیم بشناسیم، باید از طریق اهل بیت وارد مفاهیم قرآنی بشیم. در غیر صورت فکر میکنم که دچار مشکل شویم در تفهیم و تفسیر قرآن. خیلی تشکر از برنامه خیلی خوبتان، واقعا خوشحال هستم که در جمع شما هستم. تشکر هموطن گرامی و تشکر از حضور علما و دانشمندای مسن و جوان نویسنده ها. همچنان که دوستا تذکر دادن، من یک بار دیگه از بیننده های عزیز رادیو کتاب تقاضا میکنم سابسکرایب، انتقاد و پیشنهاد شما موجب تشویق کار داوطلبانه ماست. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.